پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باغی بود. عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع شدند. پس یهودا یک دست از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال چه کسی می گردید؟ به دنبال عیسی ناصری. یهودای اسخریوطی با آنان ایستاده بود. عیسی به آنان گفت: من هستم. آنان عقب عقب رفته به زمین افتادند. عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال چه کسی می‌گردید؟ عیسی ناصری. من که به شما گفتم خودم هستم. اگر به دنبال من می‌گردید، بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد. پدر، هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیری را که همراه داشت کشیده ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم زد و گوش راست او را برید. نام نوکر کاهن ملوک بود. شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا بردند. او پدرزن قیافا یعنی کاهن اعظم آن زمان بود و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت، اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ نه، نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می‌کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد بزرگ، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع میشوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال میکنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدن بپرس. آنها میدانند چه گفتم. آیا اینطور به کاهن اعظم جواب میدهی؟ اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم چرا مرا میزنی؟
سپس حنا او را دست بسته نزد قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می‌کرد. عده‌ای از او پرسیدند مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شده و گفت نه نیستم. پتروس منکر شد. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود به او گفت مگر من تو را در باغ با او ندیدم؟ نه. و درست در همان وقت خروس بانگ زد.